جمع‌آوری پول از سوی مخالفان مسلح دولت تحت نام مالیات گمرکی در ولایت فرا به چشمه‌های بزرگ عایداتی آنان مبدل شده است. رئیس شورای ولایتی فرا جمع‌آوری پول از سوی مخالفان مسلح را نگران کننده می‌خواند و از حکومت مرکزی می‌خواهد تا در راستای امنیت شهر فرا گام‌های جدی بردارد. مرکزی حکومت خنی پکلک باندې دا وشتن کوجی باید د فرا امنیت ته توجه وسی او دا اوس مغه چې اوس دي دښمن دفاع د سرحدي ولسوالی حضور لري د دې حضور باید وړاندې سي د دې چیک پوست چې د ګمرک په نامه باندې په میلیونو افغانۍ د مخالفین جیب ته ځي. رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که تلاش نیروهای امنیتی از بحر برچیدن این مشکل به جایی نرسیده است. این مسئله نگرانی فعالان مدنی این ولایت را نیز برانگیخته است. آنان میگویند که ضعف نیروهای امنیتی در تامین امنیت این شهر باعث دلسردی بازرگانان در قسمت سرمایه گذاری در این ولایت خواهد شد. محل سخه کسان استخدامیږي د پیسو د ټولولو پر سړک باندې د موټران څخه د پیسې اخیستل شل افغانۍ لس افغانۍ حتی تر 1500 تر 1000 افغانۍ د پیسې د خلکو څخه د خپل د تجار او د تګ و راتګ د خلکو هغه ستونزې دي چې دیته او په زم کې د دې هم دغه حالت سبب د دې کیږي چې پر هغه پوستو باندې حمله وشي. با این وجود فرمانده پلیس فراه میگوید که مناطق جمع‌آوری پول از سوی طالبان ثابت نیست و آنان در مناطق گوناگون دست به جمع‌آوری پول میزنند. پر تلفن هم پرش شبان فشار استلای سی دغه حضور پیسې اخیستلای سی هغه ګمرک نه ته هر چیرې چې داخله ودرېدل د موټر څخه حضور پیسې اخلي پر دې شهر نه میژدو ان شاء الله خدای کول مونږ به دغه حالت چې دا اوس تر دې به نور شګمنه پورته سي دا حالت به ډېر ښه سي او موږ یو خلکو ته ولسي خلکو ته سراسري امن راولو بیا انشاءالله کولای سو چې د طالبانو مالی سرچینې هم پر بندې کړو. این نخستین باری نیست که خبرهایی از جمع‌آوری پول از سوی طالبان در فراه منتشر می شود. در گذشته نیز خبرهایی نشده بود که بر اساس آن طالبان در برخی مناطق ولایت فراه از محصولات زراعتی و چاه‌های عمیق مالیات جمع‌آوری می‌کنند.